به دنبال شکست بزرگ مزدوران پیشانی سیاه ولایت فقیه در انتخابات عراق، نیروی تروریستی قدس با پهپادهای انفجاری محل اقامت کاظمی نخست وزیر این کشور را مورد حمله قرار داد. در این حمله که دقایقی پس از ساعت 2 بامداد یکشنبه با 3 پهپاد صورت گرفت، 7 تن از محافظان کاظمی مجروح شدند، اما نخست وزیر عراق آسیبی ندید. وارسی جورنال 16 آبان 1400 نوشت حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در پی هفته ها تشدید تنش میان دولت عراق و شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران و به دنبال تهدیدهای مشخصی از جانب رهبر یک گروه از شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران صورت می گیرد. شبه نظامیان عراقی وابسته به رژیم ایران در ماه‌های اخیر دست به یک سلسله حملات پهپادی در عراق و سوریه زدند. یک مقام ارشد وزارت کشور عراق گفت از 3 فروند حمله پهپادی 2 مورد توسط نیروهای عراقی خونسا شد و پهپاد سوم به هدف اصابت کرد. قیس خزعلی آخوندک سرکرده مزدوران اصائب که در حملات موشکی به مجاهدین هم سر و کله‌اش پیدا می شد، روز شنبه 1 روز قبل از اینکه حمله پهپادی صورت بگیرد گفت پاسخ مصطفی الکاظمی را با اخراج او و طرفدارانش از منطقه سبز بغداد خواهد داد. آنها در اعتراض به نتایج انتخابات به برهم زدن اوضاع در این منطقه مبادرت کرده بودند، اما با عکس‌العمل شدید دولت عراق روبرو شدند و با 1 کشته وادار به عقب نشینی شدند. دم الشهداء هو محاكمتك والله العظيم دم الشهداء ما الشهداء محاكمتكم. قیس خزعلی سرکرده شبه نظامیان اصائب روز شنبه الکاظمی را مسئول خشونت ها دانست و او را تهدید کرد که با آتش زنده به وی پاسخ خواهد داد. آسوشیتد پرس نوشت برخی از گروه های شبه نظامی وفادار به رژیم ایران آشکارا کاظمی را مسئول درگیری های روز جمعه و کشته شدن یکی از طرفداران خود در انتخابات ماه گذشته دانستند. رویترز به نقل از ارتش عراق این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. رویترز نوشت نیروهای وابسته به شبه نظامیان رژیم ایران به نتایج انتخابات ماه گذشته اعتراض کردند. این اعتراضات روز جمعه در بغداد به خشونت گرایید. به گزارش رویترز، تحلیلگران سیاسی مستقل گفتند نتایج انتخابات که به شکست گروه‌های وابسته به رژیم ایران منجر شد، انعکاس خشم و انزجار عمومی مردم عراق نسبت به این گروه‌ها بود که بیش از 600 تظاهرکننده را از سال 2019 تا کنون به قتل رسانده‌اند. نشنال امارات به نقل از منابع عراقی نوشت پهپاد مورد استفاده در حمله به اقامتگاه نخست وزیر مشابه پهپادهای ساخت رژیم ایران است که در حملات قبلی در عراق مورد استفاده قرار گرفته بود. سرتیب احسان الرئیسون در مصاحبه با الحدث در رابطه با حمله پهپادی به خانه مصطفی کاظمی گفت مزدوران رژیم ایران با این عملیات می‌خواهند این پیام را بدهند که قادر هستند به هر هدفی حمله کنند. به افسود حالا دیگر مماشات و کنار آمدن با تروریسم رژیم ایران در عراق کافی است و باید به آنها پاسخی قاطعانه داد و تعیین تکلیف کرد، چرا که آنها از همه مرز سرخ‌ها عبور کردند هنگامی که بیش از 12,000 عراقی را سربنیز کردند و هزاران قیام کننده انقلاب اکتبر عراق را به قتل رساندند. آنها اکنون نخست وزیر را هدف قرار می‌دهند، بنابراین پاسخ قاطعانه برای تعیین تکلیف ضروری است. عندما قتلوا الآلاف من الثوار تشرين والآن رسالة إلى الأحزاب، رسالة إلى الكتل الذي فازت في هذه الانتخابات، رسالة لكل الوطنيين، رسالة إلى ثوار أكتوبر بأننا قادرين على استهداف أي شيء. ولكن سيدتي العزيزة أستاذة ضحى، كفى مهادنة للوجه الثاني للأرهاب في العراق. حمله پهپادی به خانه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق با موج محکومیت کشورهای عربی و اسلامی مواجه شد. آمریکا، مصر، عربستان سعودی، اردن، کویت، امارات متحده عربی و همچنین دبیرکل اتحادیه عرب، دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسلامی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌هایی این حمله تروریستی را محکوم کردند و آن را
عملی بزدلانه با هدف به خطر انداختن امنیت و ثبات عراق توصیف کردند و بر ایستادن در کنار مردم عراق برای مقابله با تروریست ها تاکید کردند. وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای حمله تروریستی به محل اقامت نخست وزیر عراق را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: ما این اقدام تروریستی آشکار که قلب دولت عراق را هدف قرار داد محکوم می‌کنیم. ما ارتباطات خود را با نیروهای امنیتی عراق که مسئول حفظ حق حاکمیت و استقلال عراق هستند برای تحقیقات آنها پیرامون این حمله حفظ می‌کنیم.